خشونت علیه زنان پدیده‌ای که از ابتدای حکومت انتقالی افغانستان تا اکنون همچنان در کشور با وجود برنامه‌های جدی نهادهای مختلف وجود دارد. این پدیده در این روزها یک بار دیگر سرخط خبرهای رسانه‌ها شده است. از 8 مارچ در حال در هرات طی مراسم تجلیل به عمل می‌آید که طی 2 روز گذشته 3 زن در این ولایت به قتل رسیدند. مسئولان در اداره امور زنان ولایت هرات نیز از افزایش خشونت علیه زنان در این ولایت خبر می‌دهند. عزیز کریمی سرپرست اداره امور زنان ولایت هرات می‌گوید که بیش از 600 مورد خشونت علیه زنان طی سال جاری در این اداره به ثبت رسیده است. ما 646 قضیه امسال داشتیم در دیتابیس کمیسیون امن خشونت ثبت گردیده و امسال 646 قضیه و پارسال 626 قضیه. تفاوت هزی در 20 قضیه سنجیده شده و 3 مورد تو در قتل و بقیه موارد در موضوعات مثل حقوق انزوای اجباری موضوعات. او بیان می‌دارد که آنان از نمایندگان مردم در مجلس نمایندگان خواستند تا ساخت یک نمایشگاه دائمی را برای نمایش گذاشتن محصولات دستی زنان در بودجه هرات در نظر بگیرند. سرپرست ریاست امور زنان هرات در مورد برنامه‌های این اداره چنین می‌گوید: فعالیت اداره امور زنان پیشنهاد از به مقام ریاست جمهوری ایجاد واحدهای سومی مقام محترم وزارت امور زنان در سطح ولسوالی‌ها هست و همچنین بر علاوه ایجاد ولسوالی‌ها و ما پیشنهاد کردیم مبنی بر 1% از عواید شهرولی به اختصاص بگیره برای خانم‌هایی که در سطح ولایت هرات هستند، به خصوص خانم‌هایی که در سطح ولسوالی‌ها هستند و می‌خوایم وضعیت از اینا از این گونه پس ان شاءالله شاهده خواهیم بود در سال 1397 تغییرات خواهد آمد. آنچه فعالان حقوق زن بران تاکید دارند برگزاری مراسم و دوره های آموزشی در اطراف ولایت هرات است که کمتر شاهد برگزاری آن می باشد. ماریا بشیر یک تن از فعالان حقوق زن می گوید که رهبران حکومت وحدت ملی به وعده‌های خود که در دوره کارزار انتخاباتی داده بودند عمل نکردند. با کمال تاسف که نه تنها که دولت مردای افغانستان چیزایی را که در کمپاین‌های خود وعده کرده بودند تا به حال بر زنان وفا نکردند و به هیچ وجه به هیچ صورت حتی ریاست‌های یا پوزیشن‌های کلیدی را که باید بر زنان از طریق ریفرم، اصلاحات و امتحان و مسلکی بودنشان برشان داده میشد نشده که بیشتر ما نباید بریم باور باشیم که اگر کمیت یا تعداد زنها در ادارات رو به حفظون هست اما به کیفیت کاری و به مسلکی بودن از اونا کسی اتکا نمیکنه نمیتونه نتیجه درست بگیره. علی احمد کاوه جامعه شناس در هرات به این باور است که خشونت طبیعت انسان است که به نحوه بر امن و خود روا میدارد. او بیان می‌دارد که فرهنگ حاکم بر جامعه اجازه به برابری که قرن حاضر بر آن تاکید دارد را نمی‌دهد که منجر به خشونت یک انسان علیه هم نوع او می‌گردد. جامعه امروز که از بیشتر زمینه در فرهنگ متفاوت داره، او انتظار میره که به چالش کشیده وضعیت امروز رو به چالش کشیده وضعیت نابرابری جنسیتی را و خواهان از این هست که نه زنان و مردان تا اندازه باید حقوق یکسان داشته باشن، ارزش یکسان داشته باشن و این خواست متفاوت با خواست حاکم جامعه هست. خواست حاکم جامعه خواست فرهنگ مردسالار هست که اجازه به این برابری نمیده، قائل به این برابری نیست و اگر زنان خواهان این باشن، تقاضای از این داشتن، بدون شک در مقابل خواست عمومی فرهنگ جامعه روبرو میشن و به تصادم واقع میشن. آنچه همواره فعالان حقوق زن در ولایت هرات در مورد آن ابراز نگرانی کردند، عدم توجه به زنان در حومه شهر که شاهد بیشترین آمار خشونت ها بوده میباشد. مونسه حسنزاده معاون امور اجتماعی ولایت هرات نیز از برنامه های تازه اداره محلی این ولایت در سال آینده خبر می دهد. و شعار امسال وزارت هم اینه که همه ما پیش به سوی تغییر مثبت در زندگی زنان روستایی هست که ما این نه تنها با شعار باید باشه بلکه در عمل و ما دیروز هم پیاده کردیم ریاست انکشاف احیا و انکشاف داد رفتیم و به مقدار 6 لک و خوردی افقلی قبضه های به خانم ها دادیم. همه سال از 8 مارچ روز همبستگی زنان در جهان طی مراسم مختلف تجلیل می شود که به باور فعالان حقوق زن بر وضعیت زندگی زنان چندان مؤثر نبوده است.
رهبران حکومت وحدت ملی نیز همواره بر توجه به زنان تاکید داشتند، اما هنوز به باور زنان و فاران حقوق زن به این وعده ها جامعه عمل پوشانده نشده است.